سلام و درود به چنل یوتیوب یوسف باربر، خیلی خوش اومدید. دوستان عزیز، با یه پارت دیگه از آموزش به باران اومدیم سراغتون. این دفعه میخوام بهش روش سشوار کشی رو آموزش بدم و بهش بگم چجوری اینا رو تمرین کنه که اومد روی سر انجام بده تقلق نزنه. خب بریم با سشوار آشنا بشیم. بچه ها سشوار بی نزدیک، اول با سشوار آشنا بشیم. سشوار یه درجه داره برای گرماشه، میزان گرماشه، که وسطی متعادله وقتی رو صفره، خاموشه، وسطی متعادله و درجه بعدیش که درجه بعدیش گرمای آخرشه. حالا پرتاب باد داریم، پرتاب باد متوسط داره و تند، که ما روی تند میذاریمش موقع سشوار کشی، یعنی گرما تا آخر، پرتاب بادم تا آخر. این سری منعکس کننده بهش میگن، که سری های متفاوتی داره، درشت هست، ریز هست. برای موهای کوتاه مردونه ما از سری چه استفاده میکنیم؟ با اندازه ریزتر استفاده میکنیم که پرتاب باد سرعتش بیشتر باشه. خب یه دیسپانسر هست، دیسپانسر رو برای من بیار. همون گرده استفش کنیم. خب این دیسپانسر رو که میبینید برای موهای فره، میخوای موی فر رو حالت بدی، اوکی، اون سری رو در میاری، اینو میذاری داخلش و موهای فر رو حالت میدی. فر نمی کنه این موهای فر رو حالت میده، اوکی، چون دیگه این پرتاب باد نمیتونی با همچین منعکس کننده بری سراغ موهای فر خوش کنی، پس مجبوری دیسپانسر بذاری روش. این از این. حالا منعکس کننده رو باید به این شکل توی سشوار قرار بدی و به این شکل سشوار رو بگیری. ببین تو هر دستت میاد به این شکله، اینجوری نیست. اون قدیمی ها بودن اینجوری میگرفتن یا اینجوری میگرفتن کار میکردن و باعث میشد سیم سشوار هم خراب بشه و شکل ظاهری خوبی هم نداشته باشه. در حال حاضر به همین شکل میگیرن، ببینید به همین شکل منعکس کننده سشوار باید دستون باشه. خب قبل از سشوار کشیدن باید دقت کنیم که موها چرب نباشه، شسته شده باشه و بیایم سشوار بکشیم. یعنی اگه موها چرب بود، شسته نشده بود، اسپری داشت، بعد سر بشوری دوباره بعد حالتش بدی، چون حالت درستی نمیگیره. این از این. و مو باید حتما رطوبت داشته باشه و بعد بری سراغ سشوار کشیش. دقیقا. خب یه مقدار رطوبت میدیم به مو. ببین برای انتخاب برس گرد وقتی میخوای یه مو رو حالت بدی به میزان بلندیش دقت میکنی. مثلا همچین مویی که حدوداً 8 سانت 7 سانته باید از یه برسی که با تنشنا یا دندونه های بلندتر هست حالت بدیم. اگر مو کوتاه‌تر بود میریم سراغ برسی که دندوناش کوتاهه. درسته؟ این از این. حالا برای مویشون از برسی که دندوناش یه مقدار بلندتر استفاده میکنیم. روشنه. خب حالا ما میخواییم مو رو صاف کنیم، جهت بدیم، جهتش بدیم، صاف کنیم، پف بدیم، جهت بدیم. منی که دارم سشوار میکنم یه جایی دارم هم صاف میکنم مو رو، هم دارم جهت میدم، هم دارم پفش میدم، هم دارم قوسش میدم. پس اینا رو باید دقت کنیم که چجوریه این کار. بیا نزدیک روی سر. ببین وقتی میخوای موی رو صاف کنی باید مو بین سشوار و برست قرار بگیره و برست به این شکل بپیچه. ببین نزدیک نزدیک. وقتی خواستی به مو جهت بدی روی مو میکشی به این شکل. ببین مو بین سشوار و برست قرار میگیره و به این شکل برستاب میخوره و مو صاف میشه و اینجوری که روی مو میکشیم جهت بهش میگیم. حالا میخوای به مو قوس بدی، مثلا این مدل آندرکات که این بغل اینجوری باید قوس پیدا کنه، یا ببین به این شکل روی مو میندازی. ببین روی مو میندازی، برو از اون ور بگیر، اینجا اینور تاریک نور بخوره. آره روی مو میندازی به این شکل، داخل نمیندازی، رو میندازی. یه نزدیک قشنگ ببینن کارو، نور اوکیه. آره روی مو میندازی و تاب میدی به این شکل و هرچی این اونجایی که قوس میندازی پایین تر باشه قوست از پایین تره و هرچی بالاتر باشه قوست بالاتره. میخوای به جلوی موها پف بدی و همون قوس رو بدی، هم پف بدی هم قوس بدی، دوباره از روی مو میندازی و
چه کار میکنی؟ از رویمون میندازی، پشتمون نه، از رویمون میندازی به این شکل، یه تاب میدی مو رو به این شکل، یه تاب میدی به این شکل، یه تاب میدی به این شکل و قسط رو ایجاد میکنی، یا هم پف میدی هم قسط میدی. حالا بریم سشوارکیش رو انجام بدم، بهتون قشنگ روی کله نشون بدم. حالا بریم بیا نزدیکتر ببین، تو درسای اولی چی بهت گفتم؟ پیچ سر، خواب مو، میزان ایستادگی مو، جنس مو و او حالتی که میخوای، زخامت مو و توان ایستادگی مو چقدر بلنده، چه حالتی میخوای بهش بدی، با در نظر گرفتن اونا که کوتاهی تو ببخشید کوتاهی تو انجام دادی، میریم سراغ سشوار کشی. اول اینکه اگه دور سر خیسه، باید دور سر رو اول خشک کنی به این شکل. ببین مراقبه به این شکل دور سر رو خشک میکنی، سر سشوار تکون میخوره که یه جا باد مستقیم نباشه سر به سوزه، و بعدش به همون حالتی که میخوای حالتش بدی هم میتونی یه مقدار خیسی مو رو بگیری. حالا میریم سراغ سشوار کشی. ببین از همین تاج سر یا منطقه کرون شما سشوار کشی تو انجام میدی. ببین دارم صاف میکنم، سشوار بین، یعنی مو بین سشوار و برس منه و برس داره میچرخه. قشنگ یا بگیر قشنگ بالا اینا رو ببین، برس داره میچرخه و سشوار و برس نزدیک همن، این باعث میشه که گرما بخوره و مو صاف بشه. این گرما و پرتاب باد باعث میشه که مو صاف بشه خیلی راحت. هم الان میبینید دارم جهت میدم، ببین پف میدم، قسط میدم، صاف میکنم، جهت میدم، اینا رو باید همزمان انجام بدید. صاف میکنم، پف میدم، جهت میدم، این از این. دوباره میام اینجا، سشوار میاد توی دستم، باید با تمام با دو تا دستم بتونم با سشوار کار کنم. خب دوباره صاف میکنم، جهت میدم، جلو رو پف میدم، جلو رو پف میدم، یه رو برون بایشو نور خوب باشه، بله جلو رو پف میدم، صاف میکنم، جهت میدم. دوباره اینجا، اینجا اگر من بعضی قسمت ها اگر من بیام برس رو بندازم اینجا زیر مو، باعث میشه که اینجا سیخ بشه رو به بیرون، پس اینجا رو دیگه فقط باید جهت کنم. دارم صاف میکنم، جهت میدم، جهت میدم. خب این قسمت هم حالا دیگه صافه، فقط بهش جهت میدم. خب مو رو میبینی؟ مو حالا جلوش مقدار کم پشته اینجوری به نظر میرسه، ولی موها کاملا حالت داده شده و صاف شده پستش. این هم از سشوار کشی. اوکی؟ این از سشوار کشی. خب مرسی بابا، دست در نکنه. خب حالا ما که نمیتونیم بیاییم روی سر مشتری تمرین کنیم، مخصوصا کسی که تازه شروع کرده داره آموزش میبینه، نمیتونه بیاد روی سر مشتری تمرین کنه، سرشو میسوزونه. پرتابات باید حواسش باشه به پوست سر نخوره. باید چه تمریناتی انجام بده که بتونه موقع سشوار کشیدن رو سر مشتری تعادل داشته باشه؟ باید اول با این اینقدر کار کنه، با برس و سشوار اینقدر کار کنه که وقتی رفت روی سر دیگه به حالت دیش فکر کنه. این از این روشنه؟ میای کنار یه صندلی وای میستی، یه باری سم وای میستی، یه بار رو سمت، به این شکل سشوار رو میگیری، برس به این شکل تکون میخوره. سشوار و برس یک سانت بیشتر بین هم فاصله نباشه. نکنه این فاصله بین سشوار و برس یک سانت. یه بعضی جا هم حتی چسبیده. خب من میگم یک سانت. به این شکل. ببین به این شکل. پاد اندازه عرضشونت باز میشه. به این شکل. یه نیم قوس یا یه نیم دایره میری. یک. دو. اینو چند دقیقه تمرین میکنی. بعدش میای یه مقدار سشوار رو
منعکس کننده رو کج میکنی و یک اینم دوباره تمرین میکنی. سشوار آروم حرکت میکنه، برس حرکتش رو ادامه میده و بعدش یه مقدار کج میشه به این شکل، یعنی کاملا میتونی اینجوری هم کجش کنی، میتونی اینجوری هم باشه و به این شکل حرکت میکنی. این حرکت انجام دادی میای دوباره اینجا، برعکس این دستت که انجام دادی، سشوار میاد توی دستت، برس توی این دست و این حرکت رو نیم دایره رو انجام میدی. دوباره یه مقدار منعکس کننده سشوار کج میشه به این شکل، بعد دوباره به این شکل. اینو که انجام دادی بعد میای این قسمت صندلی وای میسی و همین حرکاتی که اون بر انجام دادی این ور انجام میدی، واسه این که بتونی تو با دو دستت کار کنی و این ور اون ور صندلی هم مشکل نداشته باشی. حالا برو تمرین کن. ببین اول کاریارتو میگیرم، یه مقدار باید بیشتر خمش کنی. این وقت میگم صاف صاف اینجوری باید باشه. اوکی، یه حالت نیم دایره، از اینجا نیم دایره برو، برو عقب‌تر، از همینجا پاهات اندازه عرض شونت باز کن. عالی، میتونی بری نزدیکتر. عالی، نمیخواد دوباره انجام بدی چون میخوایم ویدیو بگیریم بعدش تمرین میکنیم، میخوام نشون بدم که آره الان کج میشه یه مقدار. این برای این قسمت سره، این قسمت سر که مثلا میخوای سشوارش بکشی. آره اینم برای بغلاس، میبینی این برای بغلاس چطور باید سشوار بکشی. خب بعد یه مقدار فاصله بگیری، دستت میاد جلوتر. آها خب حالا سشوار بیاد تو این دستت، تمرینشو بعدن انجام میدی. فعلا چون نمیخوایم زمان زیادی از بیننده بگیریم، فقط میخوایم بهش آموزش بدیم. خب میه نکن، تو که مشتری اینجا نشسته دیگه، باید قشنگ برس از همینجا بیاد. مثلا داری مدل اسپایکی یا کراپ داری سشوار میکشی. آها سشوار ما میام، برس ما، بگیر از کار خانم بگیر، من صحبت صدام میاد داخل تصویر. برس ما فرمانده سشواره، سشوار مثل یه سرباز میمونه، هر جا که برسمون داره میره حالت میده، سشوار پشتش حرکت میکنه. پس فکر نکنید سشوار جلو باید بره، نه، باید برس، یعنی سشوار پشت برس حرکت کنه. خب این صاف رفتی کجم برو. آره کج، آره کجم برو. حالا آها اینم برو. همین کاری که ایشون انجام داد، بعد میاد این قسمت همین کارم انجام میده. این یه تمرین. خب یه تمرین با سشوار بود، تمرین با برس. دو تا برس میگیریم دستمون به این شکل، رو به داخل تاب میدیم، بعدش چند دقیقه که تاب دادیم رو به بیرون به همین شکل تاب میدیم. برای این که میدونیم مثلا من دست راستم، دست چپم ممکنه ضعیف باشه تو برس، قطعا ضعیفه. وقتی این کارو میکنم دو تا دستم قوی میشه. اوکی برو رو به داخل، اول رو به داخل، آفرین. حالا رو به بیرون، رو به بیرون. عالی عالی. خب اینم یه تمرین، اینم یه تمرین. خب تک دستی هم میتونی اینا رو انجام بدی، اینا رو میتونی تک دستی انجام بدی و همون تمرینایی که بهت گفتم اینا رو انجام میدی. اینقدر اینا رو باید تمرین کنه، اینقدر بچه‌ها من وقتی یه تمرینی یا آموزشی دارم زب میکنم، بعدش ایشون چند روز اینو تمرین میکنه و هر روز مرتب همشون رو با هم تمرین میکنه. فکر نکنید فقط همینجا انجام شد تموم شد رفت، شما باید ساعت‌ها اینو تمرین کنید تا توی اون اندام حرکتتون بیفته. خب مرسی که تا اینجا هم رحمان بودید، مرسی از بانوان خانم که وقت میذاره و به تمریناتش ادامه میده. تا پارت بعدی و آموزش دیگر، بدرود.